امروز میخوام براتون سریع‌ترین راه برای اینکه روی فوتیج ویدیویتون یه درخت بذارید رو بهتون آموزش بدم. پس با من تو ادامه ویدیو همراه باشید. ویدیویی که من میخوام وارد بلندر کنم اینه. من اینو پلی کنم شما ببینید. اینو عملیات ترکینگ رو میخوام روش انجام بدم و این وسط درخت و حالا سنگ و بوته اینا رو میتونیم قرارش بدیم. اول از همه مشخصات ویدیومون رو نگاه میکنیم. مشخصات پراپرتیز، دیتیلز، 1080 و 30 فریم هم هست. من اینجا خب اینو میذارم روی سایکل، بعدم میخوام رندر بگیرم. از این قسمت هم که این روی 1080 و اینجا هم روی 30 فریم قرارش میدم. وارد تب ترکینگ میشم و اینجا من روی اوپن میزنم. ویدیو من اینجا انتخاب میکنم و وارد بلندر میکنم. از اینجا ست سین فریم رو میزنم. اینجا مش بشه. ببینید اندش روی 455. از این قسمت هم از قسمت ترک، کامرا و لنز. لنزی که من استفاده کردم 26 میلیمتر فوکال لنزش. حالا من میتونم اونو تغییر بدم. اینم از نوار تایملاین. و همونطور که میبینید توش حرکات زیادی هم هست. حالا من عمدنم اینجوری فیلم مداری کردم که توی بلندر که آوردم اون نقاط ترک رو بهتر بتونم بهتون نشون بدم. الان من برمیگردم روی فریم 0 یا 1. از این قسمت من تیک نورمالایز میذارم و چون ما حرکات زیادی هم داریم لوکیشن، روتیشن و اسکیل رو هم فعال میکنم. روی دیتیک فیچرز میذارم. از اینجا من میتونم مقدارش رو هم بیشتر بکنم. فعلا دست نمیذارم. از اینجا ترک رو میذارم که عملیات ترکینگ رو برای من انجام بده. تا آخر برای من پیش میره. یه سری هم از آخر به اول انجام شده. دوباره روی دیتیک فیچرز میزنم و از آخر به اول ترکینگ رو برای من انجام بده. خب این میشه نتیجه ترکینگش و یه سری نقاطی رو داره که بلا استفاده است. پس من وارد تب سال میشم اینجا و از قسمت کلین آب نمیذارم روی دیلیت ترک. فریم ها رو چند فریم داریم؟ 455. میذارم روی 455. ایرورش هم میذارم روی 0.100. اینو شما میتونید کمتر یا بیشتر کنید و خودتون به نتیجه میرسید که معمولا همین مقدار جواب میده. کلین ترک رو میذارم و همونطور که میبینید اون ترک بونده ای که به اصطلاح خیلی بد ترک شده بود رو برام حذف میکنم و یه ترک خیلی تمیز رو به من میده. الان اوکیه. برمیگردم روی فریم 0. خب از اینجا ما همه کاراشو انجام دادیم. حالا روی همین سوال هستیم فوکال نت اینا استاتیکو حتما میزنید. اگه ویدیو قبلی منو دیده باشید آشنایی دارید دیگه. و در نهایت روی سافت کامرا موشن میزنم تا دوربین من ساخته بشه. خب الان تنها چیزی که مونده اینه که بیام پایین و ستاپ ترکینگ سین رو بزنم. از اینجا دوربینم مشخص میکنه. بعد اینکه ما باید اون نقاط رو براش تعیین کنیم. الان من برای اینکه فلور یا همون زمین رو تعیین کنم سه تا نقطه رو باید انتخاب کنم. یکی این و این. این سه تا رو من انتخاب کنم و روی فلور میذارم. همونطور که میبینید برای من زمین رو اینجا تعیین میکنم. خب من حس میکنم که خیلی این کیوبه نزدیکه. میتونم از بخش ست اسکیل ببینید من روی این بزنم میگه که باید حداقل دو تا ترک رو برای من مشخص کنیم. روی دو تا ترک من کلیک میکنم و روی ست اسکیل میذارم اینجا. اینجا من میتونم فاصله اش رو تنظیم کنم. این مقدار برای من اوکیه. بذارم میرم جلو. میتونید روی یه نقطه هم بزنید و ست اورجین رو از اینجا تعیین کنید که دیگه این کیوبه حالا میفته وسط. این کار رو هم میتونید انجام بدید. اگه نیاز بود واسهش دیوار رو هم تعیین میکنید. خب من نامپد صفر رو از روی کیبورد میزنم و وارد نمای دوربین میشم. از اینجا وارد تب رندر میشم و میام پایین فیلم و تیک ترانسپرنت و گلس رو میزنم که اینجا برام نمایش بده. اینم ماسکشه. میتونه همون فلور یا همون سایه هم باشه. اگه ما این گرند رو ببریم روی فورگراند برام حکم سایه رو ایجاد کنه. میبینید سایه برام افتاد. اگه پایین باشه بک گراند میشه ماسک کردن. همون ماسک کردن توی افتر افکت انجام میشه. این یه خورده باید بیاد بالاتر که بچسبه بهش که روی زمینه. یه نکته، این گوشه های این قسمت رو میبینید چه حالتی شده. برای اینکه این مشکل رفع بشه من دوباره روی بخش ترک اینجا میرم و از این قسمت ببینید از قسمت ترک و میام کامرا. اینجا فوکال لنزی که خود دوربین و اون هوش مصنوعیش بر ما تعیین کرده خودش فهمیده که روی 30 میلیمتر باید باشه. خب این رو من میتونم افزایش بدم. مثلا من میدونم اینو بذارم روی 50 و همونطور که میبینید این مشکل رو برای من برطرف میکنم.
این کیوب هم که دقیقا روی این نقطه قرار داره. اگه مثلا این یه ذره پایین تر باشه، ببینید دیگه همچین اتفاقی میفته. خیلی مثلا اگه فرض کنید که روی نقطه قرار نداره، اینو میتونید یه ذره بیارید بالاتر که روی دقیقا این صفحه گرید بلندر قرار بگیره، تا یه وقت نگران نشید که این مثلا یه ذره جابجا میشه. خب من الان به این کیوب احتیاجی ندارم، میخوام درخت بیارم. پس من اینو دیلیت میکنم از اینجا و به جای اینکه ما بیایم یک درخت رو مدل سازی کنیم و کلی تایم بذاریم براش، من یک اعدادی رو برای شما معرفی میکنم که قبلا من توی کانال هم آموزش رو گذاشتم، اعدان بوتانیک، که از اینجا وقتی شما روی اسپان اسیست میزنید دسته ای از درختان و بوته و چمن و علفزار و خیلی چیزهای دیگر رو برای ما میاره. از اینجا شما میتونید مدلایی که مد نظرتون هست رو انتخاب کنید. کلی داره، هر نوع درخت بگید اینجا به طور پیش‌فرض برای ما آماده داره. لینکش رو بذارم تو قسمت دیسکریپشن، یا آموزش گذاشتم واسه همین ادانه. فقط این که من از قسمت کامرا بیام پایین و بک‌گراند وسطش رو برم بالا که یه نمای شفافی رو من از اینجا داشته باشم. خب من از اینجا همین درخت رو میتونم وارد کنم و حتما هم این یوز بوتانیک کالکشن و میک ادیتیبل. میک ادیتیبل برای زمانی هستش که شما میخواد که روی این درخت یک انیمیشن مثلا بادی چیزی هم باشه که وزش باد روی شاخ و برگ و ایناش اعمال بشه. پس من میک ادیتیبل هم تیکشو میزنم و روی اوکی میزنم. اندازش خیلی بزرگه، اسکیلش میکنم و کوچیکش میکنم. اینقدر فکر میکنم خوب باشه که همسایز درخت های بغلیشه. خب من ببینم این گرنده این زمینمونه. از اینجا من وارد تب رندر میشم، اینجا روی درخت میزنم. ببینید از اینجا استپ تو گرندو که بزنم، ببینید وصل میشه به همون زمینی که ما براش تعیین کردیم. ببینید چقدر قشنگ خودش سایه میندازه و خیلی هم طبیعی هم هست و جزئیات خیلی خوبی داره. اگه با رندر سایکل بگیرید که دیگه عالیه، با ایوی بگیرید یه خورده کیفیتش خب طبیعتاً کمتره، ولی خب ریل تایمه. یه HDRI هم به اینجا اضافه کنم. ما بعد الان نورپردازی رو انجام بدیم. خب من روی اوپن میزنم. خب از قسمت HDRI ها روی نیچر طبیعت کدوم شبیهش باشه، اینجا هم هوا آفتابیه، میتونم این رو بیارم. من یه نکته هم این وسط توضیح بدم. یه برنامه هست که من آموزشش رو قرار بود اصلا بذارم، HT Ray. این رو شما میتونید از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید و آموزش حالا توی یوتیوب هم هست، ولی من میخوام بعدا آموزش رو بذارم. این چیکار میکنه؟ این میاد با دوربین گوشیتون یک ویدیو یا عکس فکر کنم 360 درجه بود دیگه میگیرید شما و اونو تبدیل به HDRI صحنه‌تون میکنه. یعنی شما توی لوکیشنی که هستید میخواد که یک HDRI دقیق و طبیعی رو خودتون درست کنید، میتونید با کمک این اپ اون رو بگیرید و خروجیش میشه همون HDRI. توی فتوشاپ هم میتونید تنظیمش کنید و در نهایت بندازید توی بلندر. من اینجا خب چون توی این محیط فکر میکنم پارک لاله باشه اینجا نگرفتم، میتونم یک HDRI مشابه رو وارد کنم. روی این میزنم و در نهایت وارد میشه یک نورپردازی مشابه با همین طبیعت رو داشته باشه. فقط این که من باید یک منبع نوری هم اینجا داشته باشم. شیفت ایو میزنم و از قسمت لایت روی سان یا همون خورشید میزنم، میارمش بالا. خب جهت خورشیدمون میشه فکر کنم این طرف. یه ذره هم باید ببرمش، من اینجا باید تب رندر بشم که سایه میفته اون طرف. ببینید سایه مثل همین درختی که اینجا قرار داره این طرف میاد و از اینجا هم شدتش رو میگه نمیدونم 10,000 تا بذارم یا 10,000 تا اوکیه. بذار ببینم، میتونم 20,000 تا هم فکر کنم اوکی باشه یا نه خیلیه. ببینید من الان این قسمتی که نور هست میتونم البته از اینجا این دینامیزرم بزنم. من دارم الان قسمتی که نور تابیده شده رو با این درختی که توی واقعیت هست مقایسه میکنم، اون شدت نور و بالانسی که داره. هرچند که من از اینجا هم ببینید من وارد تب شیدینگ و شیدر ادیتور که بشم،
از اینجا هم شما میتونید رنگاش رو تنظیم کنید. ببینید اینجا میتونید رافنسش رو بالا پایین کنید، یعنی اون میزان خروجی و ورودی نوری که قراره به این برگ ها تابیده بشه. و از این قسمت ما هیو سچوریشن رو داریم که رنگاشو خب طبیعتا ببینید پر رنگ تر میکنه، کم رنگ تر میکنه. البته خب این به صورت دیفالت خودش اوکی و طبیعی هست، یعنی نیازی نیست شما زیاد دستکاریش کنید. خب فکر میکنم یه ذره جهت نور خورشید رو یه ذره اونورتر اگه بزنم بهتر. مثل این دیگه، من الان دارم به سایه این درخت رو نگاه میکنم، یه کوچولو باید انگار برم اون بر. به طور کلی اوکی، فقط این که درخته رو میتونم یه ذره بزرگترش کنم. چیزای دیگه ای که میشه به صحنه اضافه کرد از اینجا، مثلا از قسمت راکس به همون سنگا میتونیم که تخت سنگ بیاریم، مثلا این روی اوکی میزنم و یه کارکشن جدید برای من کلن اینجا میکنه که مخصوص راکه و من اینو از اینجا میکشم و میارم اینجا قرارش میدم. بذارینم نزدیک اینو یک خور بزرگ میکنم، این بالاست. خب اینو استپ تو گرید میزنم که بچسبه روی همون زمین خودم، میتونم بذارمش اینجا. دیگه چی میتونیم بیاریم؟ فلاورز کرست داریم، میدونم از اینا میتونیم بیاریم. اینم استپ تو گرند رو بزنم، اینم کجا رفت؟ این وسطه. اینم قرارش میدم اینجا به همین راحتی. خب اگه بخوایم انیمیشن بادینا بدیم بعد چیکار کنیم؟ میایم پایین و از اینجا قسمت اد انیمیشن رو روی این کلیک میکنیم، این حالت دیفالته و من روی اوکی میزنم. ببینید از این قسمت هم میزان قدرت باد هستش، از اینجا مثلا این رو روی باد تنظیم میکنید و قسمت قدرت باد از اینجا میتونید بیشترش کنید و روی ست بذارید و این براتون اعمال میشه. بچه دقت کنید الان من رفتم روی تب شیدینگ، چون روی رندر باشه خیلی بد نشون میده، سنگینه. خب من الان مقدار شدت باد رو گذاشتم روی یک و الان من پلی رو که کنم میبینید اینجا حرکات برگ ها رو ما داریم میبینیم. البته خب من تو این ویدیو که گرفتم فکر کنم اصلا اینجا تو این طبیعت خیلی ما باد نداریم، ولی میبینید اینجا داره حرکاتش رو انجام میده. پس شما میتونید وارد این قسمت این تب بشید، روی رندر لزوما نباشید و از اینجا یه پریویو داشته باشید و این وزش باد رو شما مشاهده کنید. حالا من یه رندر بگیرم، یه رندر ایمیج که بگیرم ببینیم چیکار کردیم. اینم که بک‌گراند ویدیویی هستش که من گرفتم، یه مدل 3D اینجا قرار دارم. میخواستم بهتون بگم که ببینید چقدر این نور پردازش دقیقه. ببین خورشید از این ور تابیده و از لابلای برگ ها این نورایی که ازش رد شده چه تابش دقیقی رو برای ما انجام بده. لایک و کامنت حساب یادتون نره و تو یه ویدیو دیگه میبینمتون.